این نکاتی رو که من به نظر من مهمه به یه شکلی هم اشاره کردم، میتونم یه دقیق تر بگم. اولا مقایسه این دوران ها به این گونه که مثل اینکه شرایط مساوی بوده ولی نقطه ها رو جای مختلف گذاشتن درست نیست. ببینید، این چیزی که من دارم میگم اینه که در دوره قاجار کشور ایران ممالک محروسیه به نحو خیلی 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 جدی عرصه سیاست ملیش محلی بود. یعنی مثلا ما وقتی میگیم مردم و دولت، این از زمان رضا شاه به بعده که این اصلا این زبان وجود میاد. شما مثلا تاریخ لرستان رو که میخونید، حالا من به خاطر نوشتن این خاطرات خودم رفتم یه سری چیزا رو نگاه کردم و هم تازه من نرفتم بگم یه ده یا حتی یه شهر، من دارم میگم لرستان، این منطقه. این رو که شما پیش از دوره رضا شاه وقتی که نگاه میکنید، عمدتاً راجب ایلهای لوری این رهبران لور خیلی نقش مهمی داشتن، رابطهشون، زد و خورداشون، حالا هر چیزشون، و از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی یا اقتصادی و اینها، اینا هم تا حدودی استقلال داشتن، داستان خودشون داشتن، نوع زندگی خودشون داشتن، چی کار میکردن، چی کار نمیکردن، و عمدتاً در سطح سران ایلها یه ارتباطاتی مثلا با تهران جایی وجود داشته. مردم برای تو زندگی روزمرهشون تقریبا در هیچ شرایطی ارتباطی نداشتن با اون چیزی که ما میگیم دولت. از زمانی که مردم لور با دولت روبرو بودن، رابطه تلخ و منفی بود. من یه مثال به تو میزنم که البته این مثال تاریخیه، گرچه من از زبان مادر بزرگ خودم میگم که ببینید چقدر تروماتیک بوده. مادر بزرگ من یه دختر جوانی بوده که دختر یکی از تجار محلی شهر نهاوند بوده. اینها شهرنشین بودن به قول خودشون. یکی از سرکرده یا رهبر ایل، یکی از ایرات لرستان، خب اینا می اومدن هر چند وقت یه بار شهرها زد و خوردی هم میکردن، یک مثلا نیمه قارت مهارت هایی هم میکردن، ولی و میرفتن و از این حرفا. اینها میان در شهر نهاوند که میان و یه سری کانفلیکت ها اینا هم وجود داشته، ولی بالاخره بزرگان قبیله و بزرگان این شهر جمع میشن که این تضادی که بین ما ها هست نمیتونه اینجا اینجوری ادامه پیدا کنه، و یک نوع آشتی بین اینا میشه، و از جمله مادر بزرگ من رو آدم نفر دوم مهر علی خان که رهبر اون قبیله، فکر میکنم حسنوند اسمشون بوده، باش ازدواج میکنه. مادر بزرگ من رو اینا اصلا میبرن از شهرش، اون علشتر نزدیک های خورم آباد، و این گونه که مادر بزرگ من تعریف میکرد، ایشون میره و میشه جز اون قبیله. البته این من اینجوری صحبت میکنم، ایشون اینجوری صحبت نمیکنه، ایشون فکر میکنه همه اینا جز هم. نمیخوام بگم ایشون اشتباه میکنه، ولی من از بیرون دارم. بعد ایشون واسه من این داستان رو تعریف کرد که شاید صد بار تعریف کرد، که میگفتش که خارجی ها، که البته ایشون منظورش تهران و اینا بود، هیچ گونه انصاف و اخلاقی نداره. ایشون گفتش که رضا شاه که اومده بود، حالا من مطمئن نیستم این زمان رضا شاه سردار سپه بود، پادشاه بود، این بمونه، میگفتش که ایل ما، اینها طرف اتفاقا با رضا شاه موافق بود، یعنی حالا رئیس ایل، رهبران ایل بودن، اینا هم مسئله نداشت، و سردار امیر احمدی، تیمسار امیر احمدی رو که رضا شاه فرستاده بود بیان ایلا رو قلع و قمع کنن، قبل از اینکه اونا برسن، ایل مادر بزرگ من و اینا رفت به اونا گفته بودن ما با شما هستیم، هر کاری هم بگید میکنیم، چون که ضمناً این ایل با اون ایل دیگه موافق مخالف هم بوده، و اونا هم قبول کردن و میگفت ما اصلا جشن داشتیم، و اصلا
حتی رهبران ایل ما میگفتن که دیگه این زندگی هی اینجا بریم به اونجا و اینا ایدیاتی رو نمیخوایم. دولت هم که اومده میگه برکشی میکنه، نمیدونم فلان میکنه، چه کار میکنه. یعنی اینا کاملا طرفدار رضا شاه بودن. و تیمسار امیر احمدی میاد، اینا میرن به استقبالش. بعد تیمسار امیر احمدی یک ضیافت نهاری میده واسه تمام این مثلا رهبرای آدمای مهم ایل تو یک صحرای قشنگی. مادر من گفت چه ساخته بودن و اینا، و اینا همه میان نهار رو نخورده سرباز و افسر و اینا میان و همه اینا رو دستگیر میکنن. حالا داستان طولانیه، به نوعی که اینها رو میکشن اصلا عجیب غریب، اصلا عجیب غریب. حالا این مادر من زمانی هم که این تعریف میکرد طرفدار حکومت پهلوی و رضا شاه و محمد رضا شاه بود، اینو دقت کنید. ولی به عنوان بدترین واقعی عمرش این رو میگفت و میگفت این کاری که اینا میخونن خوبه، ولی من دستم هم ببوستن تشکر ازشون نمیکنم. مادر بزرگ من این خاطره بود از دولت و این چیزا داشت و میگفت هرچی هم کنار بمونیم از اینا بهتر. و خیلی جالبه که خیلی افرادی که جوونها یا اونایی که بچه بودن پدران و ایناشون رو کشته بودن، و خیلی گفتم به خیلی شنیعی هم اینا کشته شدن، چون که اون کاری که تیمسار امیر احمدی و اینا کردن این بود که فیزیکلی این قبایل رو بین ببریم. تعداد زیادی از من بچه های همه این آدم ها رو من میشناختم یا نوه های اینا که بعدن همه مخالف حکومت به خصوص چپی شد. این یه تحولی بود که انجام شد. یعنی ما رابطه دولت و ملت به اون شکلی که امروز میبینیم تا قبل از این وجود نداشت. حالا اونایی که شهری بودن یه نوع دیگه رابطه داشتن با حکومت محلی، قبائل که یه نگاه دیگه ای داشتن. مشکل عدم کار آمدی حکومت قاجار، یعنی مشکل اساسی که حکومت قاجار به وجود آورده بود عدم کارایش بود. این باعث شد که جنبش مشروطه‌ای به وجود بیاد که بگه که آقا مردم آدم هست. و این یک انرژی بود در جامعه ما. ولی خب جنبش مشروطه، کاری که جنبش مشروطه هست البته هدفش هم نبود، ولی نمیتونستم بکنه اینه که نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی دیگه، نهادهای فرهنگی غیر اینا رو بسازه. رضا شاه اتفاقا اومد. ببینید رضا شاه به یه شکلی، ما اگه تاریخ از امروز به بعد به قبل نخونیم، رضا شاه وقتی اومد طرفدار رضا شاه مشروطه خواهان بودن دیگه. طرفدار رضا شاه که طرفدارای محمد علی شاه که نبودن که، اینو دقت کنید. طرفدارای ناصرالدین شاه هم نبودن، سلیمان میرزا اسکندری وزیر دربارش، تیمورتاش، اینا مشروطه خواهان بودن، نمایندگان مشروطه بودن، اصلا مبارزه کرده بودن واسه مشروطیت. متوجه هم بودن که یه کاری که باید در مملکت بشه که به اصطلاح رابطه مردم و دولت رو خوب کنه یا مملکت رو در سطح ملی اوضاعش رو بهبود بده اینه که این نهادسازی ها بشه. و این کار به یه شکلی شد ولی بر علیه مشروطیت. یعنی استبداد قاجار ادامه پیدا کرد و مرکزی شد. من فکر میکنم که این مدل، که البته این یک مدل خیلی منسجمی، این یک مدل منسجمی بود که شما میتونید بگید مثلا اگه بخوام بگیم بعدها چه مدلی بود که به این شکل شد و موفق شد، حالا خیلی ترکیه رو میگن، نمیخوام بگم اصلا اینطوری نیست، ولی من فکر میکنم شاید بشه گفت یه مدل بهتر که البته ارتباط خاصی هم با ایران نداره، کره جنوبیه. چون من خیلی مطمئن نیستم که آتاتورک این ویژن رو داشت که حکومت یه شکل نیمه دیکتاتوری یا استبدادی به وجود بیاره و این بعداً به دموکراسی منتهی بشه، ولی در برخی کشور دیگه اینطوری شده، مثل کره جنوبی. حقیقت قضیه اینه که ایران
این پروسه‌ای که رضا شاه شروع کرد، حتی شاید اگه در سطح یعنی مرکز گرایی ایرانی پهلوی اول، اگه حتی در سطح رضا شاه میمون شاید بد نبود، ولی این زمان محمد رضا شاه و پولهای نفت به یه شکلی شده بود که تقریبا الیت ایران هم فکر میکرد هیچ اختیاری، هیچ گونه استقلالی نداره. من یک مثال میزنم بعد اینجا خاموش میشه. این کاری که آقای لاجوردی کرد، تاریخ شفاهی هاروارد رو که شما بخونید، من وقتی شروع کردم به خوندن اینها من خیلی تعجب کردم که تمام این مقامات رژیم، نخست وزیرهای سابق، درباری های سابق، وزرای سابق، آدم‌های مهم الیت محمد رضا شاه، تقریبا دو بخش مشترک دارن. یکی این که هیچ کدوم از حکومت دفاع نمی‌کنن. شما انتظار دارید بالاخره یا بگن یه مشکلاتی بود یا چیزی هم بود، نه، از یه سری پروژه ها ممکنه دفاع کنن ولی به هیچ شکلی دفاع نمی‌کنن. و بعدم همه منعقدن. یعنی اگه این نبود که اینا این خارجی حرف رو زده بودن، ما میگفتیم که یه بازجو بردن این بیچاره تحت فشارن. یکی از آخرین مصاحبه هایی که من خوندم آقای چیز بود، باهری، ببخشید، وقتی که ازش سوال میکنم میگه پیش از این که من پاسخ بدم باید یه چیزی رو بگم. ماها در حکومت بودیم، این همه آدمایی که انقدر انتقادیان یه جوری صحبت میکنن مثل که دارن از حکومت دیگه ای نقد میکنن. البته این طرفش جالب بود، ولی باهری هم متوجه قضیه نشده بود. و اونم اینه که ما وقتی یه حکومت خودکامه داریم، دقت کنید که حکومت دیکتاتوری حکومت خودکامه نیست. حکومت خودکامه حکومتیه که قانونی هم که خودش داره، یعنی این مجلسی که اصلا انتخاباتش مجلس چیه، هر چیزی که شاه میگفت مجلس تصویب میکرد، درسته؟ ولی حکومت ما همون اون قانونی هم که خودش گذاشته بود رو، نه اینکه یه راهی پیدا میکرد که اجراش نکنه. شما کتاب خاطرات علم رو که میخونید، اصلا مسئله قانون هیچ وقت اینجا نیست، هیچ وقت. این حکومت خودکام است. اینجا اصلا رابطه بین مردم و دولت نیست. یعنی این دولت اگر بهشت رو بیافرینه یا بهشت رو نآفرینه، حد اکثر این خواهد بود که مردم سکوت خواهند کرد. ببینید، واسه این که ما بدونیم مردم اصلا چطوری فکر میکنن، شما بایسته یه حدی از استقلال و آزادی رو به مردم بدید که بدونن چطوری فکر میکنن. من آدم سیاسی بودم وقتی دانشگاه تهران بودم و اون زمان که خب ساواک هم در اوجش بود، فامیل من، پدر من، غیره، انقدر میترسیدن نمیخواستن خودشون بدونن که مثلا من راجع به حکومت چی فکر میکنم، نه هیچ وقت میگفتن دیگران راجع، اصلا نمیخواستن وارد این بحث شن که حالا من بیام الان به شما بگم که اینها مثلا خوششون میامد یا بدشون میامد. ما اینو یه لحظه هایی داشتیم، ملی شدن صنعت نفت و حکومت دکتر مصدق شرایطی به وجود آورد که اولا آدم ها واسه دفاع از دولت، شاید حالا منافع اقتصادی که هیچی، منافع شخصی دراز مدتشون را هم حاضر بودن از دست بدن. حالا چی شد این دوره؟ شما دقت کنید که ما در دوره مصدق هم، اولا اینو بهتون بگم که من مثلا آدم مصدقی یا مثلا توی جبهه ملی اینا هم نبودم، اینو فقط به عنوان نگاه تاریخی که من به مسائل دارم میگم. یکی از بهترین بحث‌های سیاسی که راجع به حکومت و ملت یا دولت و ملت شد، بحث هایی که در مجلس چهارم و پنجم انجام شد، اینا بحث هایی هست که در رابطه با تغییر حکومت از سلسله قاجار به پهلوی شد. بحث خیلی مهمی شد که
از هر دو طرف هم بحث های مهمی شد ها، نمیخوام بگم از یه طرف، ولی در این رابطه بحث هایی که آقای مصدق و ملک و شعرهای بهار به خصوص مصدق کرد خیلی مهم. مصدق بحثش این بود که میگو من دست سردار سپاهم میبوسم، ایشون مطمئن هستم که اوضاع اقتصاد و نمیدونم مسئله سیاسی و نظام اینا رو عالی هم کار خواهند کرد و آرزویی که مشروطیت داشت رو ایشون میتونه کمک کنه که محقق کنه، ولی یه همچین آدمی اگر پادشاه بشه مشروطیت از سرزمین ایران رخت برمیبنده. و بعد یه سری بحثای خیلی خیلی جالب میکنه راجع به حقوق شهروندی، رابطه مردم و دولت و غیره. مصدق اتفاقا زمان نخست وزیریش به این مسائل پایبند بود، البته متاسفانه در عمل مدت کوتاهی موفق شد این کار رو انجام داد. ببینید مصدق پایگاه اجتماعی داشت، منظورم از پایگاه اجتماعی هم فقط مثلا یک سری شعار پاپولیستی راجع به نفت و اینا نبود، این یک جنبش مهم ملی بود که بخش بازار به معنای وسیعش کاملا باشه، تا حدی هم روحانیت بود ولی با شک و تردید و یه مقدار فاصله، چون که روحانیت الان اون اشتیاقی که قبلا مراجع به مشروطیت داشتن نداشت. زمانی که کودتای 28 مرداد شده بود مصدق بازار رو نباخت، بازار باش بود. این خیلی جالبه که من اخیرا داشتم یک مصاحبه از یکی از برادران خیامی رو دیدم، نمیدونم شما دیدید اینو یا نه، و ایشون گفتش که ما وقت شهر میداد که چطوری شد که این پیکان اینا وجود اومده بود، بعد ظاهرا دیگه ایران ناسیونال که یه چیز خیلی مهمی هم شده بود، به یه دلیلی که الان خاطرم نیست گفتن که شاه قرار بود بیاد ایران ناسیونال، نمیدونم یه چیزی رو مثلا افتتاح کنه یا همچین چیزی، و همه جمع شده بودن، روزنامه، تلویزیون، فلان، حالا هر کسی، مثلا ساعت 3 قرار بود شاه بیاد، خبری از شاه نیست، زنگ زدیم اینجوری اونجوری، یکی میگه ممکنه کنسل بشه، ممکنه کنسل نشه، خیلی ما گفتیم این نکنه اوورلودی بشه چی میشه، به هر حال مثل که یه مقداری تاخیر شد و به یه شکلی گفت شاه اومد و حالا اون مراسم انجام شد، ولی در گوشی شاه یک مطلقی یه چیزی گفت راجبه مصدق یا راجبه اون سالها، و این میگه بعدن از طریق یه کسی که با سواک ارتباط داشت بهش گفتن که آره در آخرین لحظه سواک گزارش میده که این برادران خیامی طرفدار مصدق بودن، آره این سال 50 خورده یه سال مثلا و بعدن ایشون بحثو که میکرد خیلی منطقی بود، یعنی شما میتونی بفهمی که نه فقط از جنبه سیاسی یا احساسی. خب جالبه، من داشتم یه مطلبی رو واسه یه کار دیگه میخوندم راجب بخاری علایالدین، یادتونه کمپانی علایالدین از ریشش از انگلیس، صاحب این کمپانی علایالدین هم محل مرکزیش روبروی سفارت انگلیس بوده یا روبروش یا نزدیکیش، حالا درسته زمانی که جنبش صنعتی شدن نفت میاد و دقت کنید که علایالدین هم نفت مصرف میکرد، درسته؟ بعد من این سندی که میخوندم یه تبلیغات واسه بخاری علایالدین بود قبل از قضیه آقای مصدق و ملی شدن نفت، که یه چیزی بود مثلا این بهترین تکنولوژی دنیا رو در دادن مثلا گرم کردن خونه شما داره، بعد یهو عوض میشه، تبلیغات جالبی وجود میاد که میگه که علایالدین بیان ملیت ایرانی برای چیزی در سرنوشت خودش هست فلان هست، و این کمپانی اصلا به یک شور و جوق میاد و اینا خودشون اصلا به عنوان یک چیزی که حقیقتا مربوط به ایرانن معرفی میکنن. این مثلا به این خاطر میزنم، بس تبلیغات نیست، بس اینه که در رابطه با سوالی که شما کردید، مسئله مهم اینه که ما یک سری نهادهای سیاسی، طبقاتی، فرهنگی، غیره رو بایستی داشته باشیم
که اینها بین خودشون یه بالانسی برگزار کنن و سیاست بشه بیان این بالانسی که اینجا وجود داره. این چیزی بود که به نظر من پروژه مدرنیسم پهلوی کاملا از بین برد. من یه مثال دیگه به شما میزنم بعد وای میسمید. من خیلی که بچه بودم شاید دبستان بودم اصلاحات ارضی انجام میشد دیگه. ما یه شهر کوچیکیه جایی بودیم و پدر من خیلی طرفدار شاه بود و خیلی طرفدار همه این چیز. در چه منم هیچ وقت ما با هم حرفی هم نمیزدیم. من از این طرف خانواده مادری بودم. همه‌شون مخالف بودم. بعد یه روز من خیلی هم دوست داشتم که یه زمانی هم مثلا این پدر ما هم یه انتقادی بکنه دیگه. نمیکرد. یه روز پدر من اومد اینا رفته بودن چیز. یک مراسم عظیمی بود. شاه قرار بود سخنرانی کنه، بعد ارسنجانی و شاه قرار بود سخنرانی کنن، هم پدر من رئیس اداره دارایی اون شهر بود، قوانین نمیدونم دیگه، بزرگان شهر همه اونجا رفته. پدر من که اومده بود خیلی تعریف کرد که مراسم اینجوری بود و شاه اینو گفت، ارسنجانی اینو گفت، ولی یا ارسنجانی هم میترسم بخواد زیرا به شاه رو بزنه و این چیزا هم بود. ولی گفت که یه کار بدی شد. اسم یه آقایی رو بود که ایشون ملاک عمده اون شهر که همه زمیناش هم گرفته بودن. گفتم چی شد اینا؟ گفت خب این نمیدونم اونی که رادیو، کسی گزارش رادیو میداد یا خود شاه و ارسنجانی، یادم نیست کی بود، گفت اینا هر چی فوش و بد و بیرا به این ملاکی میگفتن و ما هم اینجا رو به صف کرده بودیم و یکی دو تاشون خوب دست نمی زدن. رفتم بهشون گفتن آقا خوب دست بزنه. گفت بیچاره گیر افتاده بود و میگفت یه چیزایی هم میگن اینا همه جنایت. خب حالا یه ملاکینی بودن که جنایت میکردن یا مثلا دختره مردم رو مثلا بهشون تجاوز میکردن و اینا، ولی دیگه همه که نبودن. بعدم اینا اومدن به صف وایستادن میگن ما با شماییم دیگه نباید اینجوری کرد. گفت خب حالا چی شده؟ گفت هیچی، اون آقایی که ملاک اصلی اون شهر بود، بسیار بزرگ شهرم بود، گفت مدت در گوش ما گفت آقا لطفاً به این آقای فرماندار بگید که ما با شما و اعلیحضرت با همه این چیزا که هستی، ولی لطفاً ما رو نیارید اینجا بگن اینا همه تجاوزگر و جاکش و فلان اینا هستن و به ما هم بگن محکم دست بزنید. خب نمیتونه یه سیستم اینطوری. ببین ملاکین به اصطلاح پایه اقتصادی دولت بودن در ایران. شما اینا رو زدی، خیلی خوب، کشور دیگه هم این کارو کردن. چی کار میکنن در مقابلش؟ طبقه متوسطی رو که توی پروسه مدرن کردن جامعه وجود میاری میشه پایه. ولی من دارم به شما میگم که من از آن مثل من میبستی میشدم پایه حکومت. من رفتم دانشکده حقوق هستم، کتابای دانشکده حقوق رو ما اجازه نمیدن، کتابایی که در واقع ما بخوایم بخونیم و اونا نمیخوام ببینن. من دانشجوی علوم سیاسی هستم، اجازه نمیدن ما یه کلاسی یه استادی که حتی از ما حکومت هم هست درس بده که راجب تاریخ سیاسی اخیر ایران داشته باشه. حالا منظور من نیست که حکومت پهلوی اشتباه میکرد یا نمیفهمید و منی که مثلا 20 سالم بود بیشتر میفهمیدم. نه، این نوع حکومته، حکومت خودکامه فقط یه نوع میتونه کار کنه و اونم اینه که یک کسی، حالا این کس در مورد ایران پادشاه بود ولی میتونه هر کسی باشه، این حکومت میکنه به دلخواه خودش، پایه اجتماعی هم نداره، ولی کاری که میکنه منابع مملکت با توسط منابع مملکت طرفدار میخره. حالا مثلا ماکس وبر بخوام خیلی علمی ترشون بگیم، میگه این پاترمونیالیزم دیگه، که اینم همینه دیگه، حکومتی که سلطان در مرکز هست و از طریق، نمیخوام بگم رشوه، و از طریق همینطوری خارج از قانون، خارج از هر چیزی، با تبعیض، این که یه اقتصادات به یه عده میشه، اینا میشن طرفدار. در نتیجه اتفاقا من راجع به امروز ایران هم فکر میکنم ما چیزی که داریم فساد نیست، چون که ببینید شما وقتی یه حکومتی هست که بر اساس قانون نیست، یعنی ببین حکومت
خودکامه، یعنی که قانون مسئله اصلی نیست. ببین قانون نمیتونه مسئله پنجم باشه دیگه، حکومت قانون نیست که. اینه که من یه زمانایی هم دوست دارم قانون رو اجرا بشه. وقتی که قانون نیست، معنیش اصلا اینه که باید تبعیض باشه، درسته؟ یعنی معنیش این هستش که امروز یه بحث مهمی دیدم در ایران هست، اینه که گفتن این ارز جدیدی رو که باید قیمت پایینی میخوام بدن رو به یه عده خاصی میدن واسه تجارت، و یه عده داشتن بحث میکردن که این با انصافه نیست، همینه که اقتصاد ایران خراب شه. یه کسی که اقتصاددان بود در این بحث توی کلاب هاست بود، گفت نه، گفت این نظامه، گفت طوری دیگه ای نمیشه، چون که شما یا باید از طریق قانون این کار انجام بشه که ملزمات خودشو داره، یا اگر اینطوری نشه حکومت نمیتونه حکومت کنه. برگردم به حرف دیگه، اینه که در دوره قاجار یک سیستم غیر مرکزی بود، نه که سیستم خوبی بود، یعنی ملاکین و خانها که با مردم خوشرفتاری نمی کردن، یه نوع رابطه دیگه ای داشتن. یعنی اگر حکومت قاجارم همون تشکیلاتشو مرکزی می گرفت وحشتناک می شد، ولی ما حکومت خودکامه داشتیم از اون زمان تا حالا که اینها هرچی بیشتر، مثلا ایران بعد از انقلاب مرکزی تره از ایران قبل از انقلاب. حالا مرکزی به معنی نهادیش میگم ها، یعنی از یه نظرم به خاطر که روحانیت هست که حکومت میکنه یه چیزایی بجونه. Thank you.